درود بر هممیهنان عزیزم، با بسته خبری مهم و ویژه‌ای در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. احتمال قتل حمید نوری، شکنجهگر دهه 60 جمهوری اسلامی. هموطنان عزیزم، با توجه به روزهای حساسی که در آن قرار داریم، از شما یاران وفادار آوای ایران می‌خواهیم که با حمایت حداکثری از تیم خبری ما، یاری رسان آوای ایران باشید. ما فقط و فقط به حمایت شما میهن پرستان امید داریم. احتمال قتل حمید نوری، شکنجهگر دهه 60 جمهوری اسلامی. از روز گذشته که خبر آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، منتشر شد، تعدادی از کانال‌های امنیتی خارج از ایران به اتفاقات پشت صحنه این تبادل پرداختند و مسائلی را فاش کردند که نشان می‌دهد حمید نوری تبدیل به یک دردسر بزرگ برای رژیم شده بود و با ورود او به کشور هر لحظه امکان مفقود شدن و قتل او وجود دارد. دقیقاً اتفاقی که در سال 88 برای شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای جمهوری اسلامی رخ داد. شهرام امیری در خرداد 88 در مراسم حج دستگیر شد و 13 ماه بعد با جشن و استقبال جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. ولی چند روز بعد دستگیر شد و 20 ماه بازداشت بود و بعد به جرم دادن اطلاعات مهم به کشور متخاصم به 10 سال حبس محکوم شد و مرداد 95 در حالی که حبس خود را می‌گذراند مخفیانه اعدام شد. بر اساس اخبار رسیده، حمید نوری با سر تراشیده و شبیه حاجیان مکه رفته در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد. همچنین بعد از ورودش به ایران تا ساعت‌ها در یک اتاق ویژه حبس بود و توسط ماموران امنیتی در حال تخلیه اطلاعاتی بوده. گفته شده نوری بارها مقامات جمهوری اسلامی را تهدید کرده در صورت عدم اقدام برای آزادی او، اطلاعات حیاتی و کاملی از اعدام‌های سال 67 را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. نوری بعد از آزادی و در سالن تشریفات فرودگاه مهرآباد، زمانی که در کنار معاون وزارت خارجه رژیم قرار گرفته بود، علناً به نقش خود به عنوان حمید عباسی در دهه 60 اعتراف کرد و خطاب به شاکیانش گفت: بدبخت‌ها، من تهرانم. یه پیام کوتاه هم برای این تروریستا، منافقی در رأسشون اسرائیل جنایتکار کودک کشه که خیلی دل خوش کرده بود به این پرونده و من اینو میدونم. بعدن تو صحبتام خدمت مردم میگم که چه کسانی اومدن سراغ من، چه پیامایی برای من آوردن. خیلی دل خوش کرده بودن. منافقین بدبخت فراری پناهنده بیچاره همشون کجا هستن؟ آلبانی هستن، پناهنده هستن، سوسیال بگیرن، پول بگیرن، وطن فروشن، آواره و بدبخت و بیچارن در کشورهای دیگر. ولی من حمید نوری هستم، من ایرانم، من تهرانم، من پیش خانوادم هستم. عید سعید قربان، عید سعید قدیر، روز عرفه، من تهران هستم. منافقین دل خوش کرده بودید. شما کجایید؟ من کجام؟ ای کسانی که گفتید که خدا هم دیگه نمیتونه حمید نوری رو آزاد کنه، دیدید که خدا منو آزاد کرد. روز عرفه، عید سعید قربان، پس فردا حمید نوری معروف به حمید عباسی. توی دادگاه جلسه آخر گفتم آشتی آشتی آشتی، گوش نکردید بدبختا. میتونستم بهتون کمک کنم که دست از این دجاجتتون بردارید، بر نداشتید. شماها کجایید؟ من کجا؟ این پیامم برای شما که من ایران هستم، من تهران هستم، من حمید نوری هستم. از همه کسانی که تشریف آوردن، زحمت میکشن، کشیدن اینجا هستن و فیلم برداری میکنن مشهد. همچنین ویدیویی که دیروز از تماس پسر حمید نوری با عمویش منتشر شد، تایید کننده اتفاقات پشت صحنه است. او میگوید همه فامیل بروند استقبال فرودگاه مهرآباد به جای فرودگاه امام، اما حمید نوری را فعلا نمیتوانند ببینند. بیان فرودگاه مهرآباد. عمو جان
میگم به همه فامیل هر کی که میتونی بگو بیاد فرودگاه مهرآباد، اجازهشو گرفتم ولی بابا رو نمیتونم. مهرآباد میاد بابا، جای دیگه نرید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. عمو جان ببین بابا رو نمیتونن ببینن ولی همه بیان. بابا به من پیام داده که همه رو بگید بیان فرودگاه مهرآباد. باشه باشه پس عمو کارش با شما دیگه. خدا گفته شده حمید نوری به صورت نمایشی از پلکان یک جت کوچک که به تازگی از آشیانه خارج شده بود پیاده شد تا نشان دهند مستقیما با پروازی از سوئد وارد ایران شده است. حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوران اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. بازداشت حمید نوری در پی شکایت و تلاش برخی از زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های اعدام شده ها از جمله ایرج مستاقی زندانی سیاسی سابق انجام شد. شبکه تلویزیونی سوئد در یک برنامه مستند رسما اعلام کرد حمید نوری به دنبال یک تله‌گذاری برنامه ریزی شده و وعده زن، مشروب و سکس به سوئد کشیده شد. در این فیلم از جمله نمایش داده می شود که چگونه حمید نوری در حالی که در ایران در اتومبیل خود نشسته است از سفرش به سوئد که در پیش رو دارد ابراز خوشحالی می کند و با گوشی موبایل خود با اعضای تیم تله‌گذاری در سوئد در حال صحبت است. یه چیزی فقط میتونه ذهن اون رو پریشون کنه، سه دختره و مشروب و اون بخش مغزش اون مختل میشه اونش با من بیرید هم بگیر همون در 15 روزه دیگه، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، چون من تهران کار دارم زیاد نمیتونم، دوست دارم. 18 هم تا 21 خوبه. آره بارسلونا. خب این بلیت اسکاندیناویم 26 مال منه. خب میدونم دیگه برنگرده اینجا. باشه برنگرده. خب میتونیم اینو اینجوریش کنیم که برنگرده. برنمیگرده اون از اونجا برمیگرده ایران. خب در جریان اعدام‌های تابستان 67 طی حدود 2 ماه هزاران زندانی سیاسی که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند با فرمان خمینی اعدام و گروهی از آنها مخفیانه در گروه‌های دست جمعی به خاک سپرده شدند. رسیدگی به اتهامات حمید نوری در دادگستری سوئد 93 جلسه به طول انجامید. دست کم 90 شاکی و شاهد در جلسه‌های دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند. این پرونده مورد بررسی کارشناسان حوزه‌های مختلف هم قرار گرفت و سرانجام حمید نوری در تیر 1401 به جرم مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شد. دادگاه در حکم خود تصریح کرد که حمید نوری به عنوان دادیار زندان گوهردشت شخصا زندانیان را انتخاب می کرده و به جلسات کمیته موسوم به هیئت مرگ می برده و از آنجا آنها را به محل تیرباران می برده است. وکلای حمید نوری درخواست تجدید نظر کردند اما سه‌شنبه 28 آذر 1402 دادگاه تجدید نظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری را اعلام و حکم حبس ابد برای او را تایید کرد. حمید نوری در دفاعیاتش اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 را ساختگی و جعلی خوانده بود. مقامات ایران بارها اعلام کردند او بیگناه است و دادگاه را سیاسی خوانده بودند. برخی ادعاهای حمید نوری در دوران محاکمه از جمله جعلی خواندن فتوای خمینی درباره زندانیان سیاسی در سال 67 جنجال برانگیز شده بود. او در یکی دیگر از جلسات دادگاه نیز گفته بود که می توانستم در جمهوری اسلامی وزیر بشوم. دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی به همراه فرزندان حمید نوری در طول ماهای بازداشت
و محاکمه او تلاش فراوانی کردند تا صلاحیت دادگاه سوئد برای برگزاری این محاکمه و سلامت سیستم قضایی سوئد را زیر سوال ببرند. در همین راستا مجید نوری پسر حمید نوری مدعی شده بود که پدرش شکنجه سفید می شود و گفته بود او عادت به چای خوردن دارد. یک هفته مرتب به او چای می دادند، بعد یک بار این چای را برای بابا قطع می کنند. در نهایت اما 6 ماه پس از تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری، خبر تبادل حمید نوری با 2 زندانی سوئدی در ایران منتشر شد. ایرج مصداقی روز گذشته با انتشار ویدیویی از پشت پرده آزادی حمید نوری صحبت کرد. حمید نوری امروز 15 ژوئن آزاد شد و به مسقط منتقل شده برای مبادله با گروگان‌های سوئدی که یکی از اونها آقای یوهان فلودروس هست. معلوم نیست که به غیر از ایشون چه کسی یا کسانی آزاد خواهند شد. برای اولین بار روز 30 ماه می امسال وزارت دادگستری سوئد اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد و تاکید کرد که لایحه‌ای رو دولت به مجلس فرستاده مبنی بر این که زندانیان دو طرف آزاد بشن تا دوران محکومیت خودشون در کشورشون بگذرونن. با این پوشش دولت سوئد به دنبال آزادی حمید نوری بود و همچنین پس گرفتن گروگان‌هاشون، اما قرار بود که جولای سال آینده این اتفاق بیفته. ما نمیدونیم در 2 هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاده که منجر به آزادی سریع حمید نوری شده. البته جنبش دادخواهی به همه خواسته های خودش در جریان دادگاه حمید نوری دست پیدا کرد. ما تونستیم یک غیر ممکن رو ممکن کنیم. برای اولین بار جنایات رژیم اسلامی در سطح بین المللی مطرح شد. همه دنیا متوجه اونچه که در زندان‌های دهه 60 و به خصوص در کشتار 67 صورت گرفته قرار گرفت و این پیروزی بزرگی بود. یک غیر ممکن ممکن شد. ما برخلاف جریان آب حرکت کردیم. ما برخلاف منافع دولت سوئد حرکت کردیم و از ابتدا می‌دونستیم که با چه مشکلاتی روبرو هستیم و چه سد و مانع‌هایی رو بایستی ما ازش عبور کنیم و عملاً ما تونستیم که برای حمید نوری رو و یکی از جنایتکاران علیه بشریت و جنایت جنگی رو برای اولین بار در حالی که دولت مطبوع او در قدرت هست و همچنان به جنایت ادامه میدن او رو به پای میز محاکمه بیاریم و حکم ابد بگیره و دنیا بدونه که چه اتفاقی افتاده. و این رو باید توجه داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال آزادی حمید نوری بود ولی موفقیتی کسب نکردن. اونها خواستار جلوگیری از تشکیل دادگاه حمید نوری بودند. در وهله بعد اونها خواهان تبرئه حمید نوری از اتهامات بودند. علی حمید نوری به حبس ابد محکوم شد. اونها دوباره به دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی رفتند. باید توجه داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی بعد از دادگاه بدوی میتونست همین معامله رو با دولت سوئد بکنه، اما نکردن و دادگاه تجدید نظر رفتن. باز هم میتونستن این کار رو بکنن اما نکردن و به دادگاه عالی رفتن. چرا؟ برای اینکه پرونده حمید نوری یک پرونده بازه، برای اینکه پرونده جنایت علیه بشریت، پرونده علیه جنایت جنگیه و عملا شرکای حمید نوری در قدرت به سر میبرن و اونها هر کجای دنیا که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو به رسمیت بشناسن سفر کنن میتونن دستگیر بشن و به سوئد منتقل بشن. این رو باید توجه داشته باشیم که پرونده حمید نوری با همه پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی بر سر اون معامله کرده متفاوته، برای اینکه این پرونده همچنان بازه و ما همچنان میتونیم به دستگیری دیگر عواملی که در جریان کشتار دهه 60 و به خصوص 67 اسمشون اومده ما میتونیم اقدام بکنیم. آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود، در جریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد در روز شنبه 26 خرداد واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد در جریان مبادله حمید نوری انتقاد کرده و آن را شرم‌آور دانستند. در همین زمینه ویدا مهران‌نیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی در ایران، اعلام کرد که روز یکشنبه در اعتراض به این مبادله شرم‌آور به همراه فرزندانش ساعت 1 بعد از ظهر در مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر خواهد شد. مبادله حمید نوری با 2 زندانی سوئدی در حالی رخ داده است که احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، همچنان در ایران زندانی است.
او در اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه نوشت: آزادی حمید نوری یک جنایتکار جنگی از سوی دولت سوئد اهانتی است به حاکمیت قانون، حقوق بشر و شرافت حداقلی. او اضافه کرده است این مماشات غیر مسئولانه با رژیم جنایتکار حاکم بر ایران حتی نتوانست تمامی گروگانها را نجات دهد و باعث گروگانگیری و باجگیری های بیشتری هم خواهد شد. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبروست، روز یکشنبه با طعنه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باید به وزیر خارجه و نخست وزیر سوئد جوزپ بورل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا تبریک گفت که بیوقفه برای آزادی یک قاتل دست جمعی رژیم اسلامی یعنی حمید نوری تلاش کردند. خانم شارمهد در ادامه به این شخصیت‌های سیاسی اروپایی به دلیل احترام به تروما و درد خانواده‌های 30,000 ایرانی اعدام شده که مجبور شدند به بیش از 90 جلسه دادگاه در سوئد سفر کنند و بارها و بارها با شکنجهگر خود حمید نوری روبرو شوند، تبریک گفت و اعلام کرد امروز دعاوی حقوق و عدالت این خانواده‌ها دزدیده شد. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر، به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. در پایان این بسته خبری بار دیگر یادآور میشم که لایک ها و کامنت های شما در این مسیر سخت همچنان یار و یاور ماست. ما رو تنها نگذارید که با هم قوی تریم. پاینده ایران.